در ایران در حالی که قانون اساسی نظام ولایت فقیه زنان و اهل سنت و دیگر مذاهب را از دست یافتن به مقامات بالا از جمله ریاست جمهوری منع کرده است و مانع شده است، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی مدعی شد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ تبعیض جنسیتی و مذهبی وجود ندارد. آن سوتر در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی گفته می شود که نگرانی های مسئولان جمهوری اسلامی از افزایش نارضایتی های اقتصادی رو به گسترش است. در پشت پرده ولایت فقیه این نگرانی ها بازتابی روزافزون دارد. کارشناسان جمهوری اسلامی و مشاوران آیت الله خامنه ای به او توصیه کردند که چنانچه برنامه‌ای برای حل مسائل اقتصادی فوراً به عرصه عمل در نیاید، بیم شورش‌های گوناگون در ایران می‌رود. در منطقه وزیر خارجه اسرائیل برای نخستین بار از مذاکرات اسرائیل و برخی از کشورهای عرب در ارتباط با خطر جمهوری اسلامی در منطقه سخن گفته است و خبرهای دیگر در ارتباط با ایران، مردم ایران و آنچه که در عرصه بین المللی در این زمینه می گذرد در برنامه امشب تفسیر خبر مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت با میهمانان برنامه. در نیمه نخست آقای ناصر محمدی روزنامه نگار در لندن میهمان برنامه هستند و در نیمه دوم در گفتگو با خانم دکتر رایکا تقی‌زاده به بررسی آنچه که به عنوان توصیه های پزشکی یا برنامه پزشکی و بهداشتی ولایت فقیه منتشر شده است و نیز خدمات درمانی و خدمات دارویی در ایران گفتگو خواهیم کرد. تا لحظاتی دیگر. سلام به شما بینندگان عزیز تفسیر خبر در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید. به اتفاق شما به آقای ناصر محمدی عزیز خوش آمد میگیم که از طریق اسکایپ با من و شما هست. درود بر شما جناب سلیمی و میهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا در هر کجای این گیتی پهناور که هستن به ویژه هموطنانمون در ایران. آقای محمدی عزیز، ببینین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو شما خوندین، من هم نه تنها خوندم بلکه در جریان تدوینش بارها گفتم در مجلس نخستین خبرگان قانون اساسی شرکت داشتم به اتفاق همکاران تلویزیونی در اون زمان، تا اینکه حزب توده مشکلاتی رو پیش آورد مانع از ادامه حضور ما شد در مراحل، ولی تا تصویب تقریبا مواد بسیارش ما در جزئیات مذاکرات بودیم. به هر حال آقای حجت الاسلام روحانی مدعی شده که در این قانون اساسی هیچ نوع تبعیض جنسیتی و مذهبی وجود نداره. چرا چنین دروغی؟ دروغی چنین آشکار؟ واقعا هم جناب چلنگی جای تعجب دارد که آقای روحانی به فرمایش درست حضرت عالی
چنین دروغ آشکاری میگوید. بسه دو بخش داره این بحثی که ایشون مطرح میکنه، یکی اینکه خب در قانون اساسی هیچ تفاوتی بین شهروندان وجود ندارد، شهروند درجه دو اصلا ما نداریم، شهروند درجه یک درجه دو نداریم، و ضمناً بین اقوام و پیروان اقوام و مذاهب هیچ تفاوتی نیست، در حالی که همون گونه اشاره فرمودید، خب مثلا رهبر نظام نمیتواند غیر از شیعه کسی دیگری باشد، پیرو مذهب دیگری باشد. یا مثلا در بسیاری از موارد زنان حقوقی که دارند بسیار با مردان متفاوت است و مسائل دیگری که در قانون اساسی وجود داره. خود از اتحادی همونجور که اشاره فرمودید در جریان تصویبش هم بودید، حالا متاسفانه از وسط راه دوستان باعث شدن که خب بسیاری حذف بشن در اون موقع. به هر حال در قانون اساسی صراحت دارد که مذهب رسمی ایران مذهب شیعه است، این که دیگه اصلا جای تردید نداره. ضمن که ولی یه فقیه از فقهای شیعه باشه باید باشه، افقه و عدل باید باشد اونچه که تعریف میکنه، و همچنین تفاوت‌های دیگری که در خود قانون اساسی ذکر شده. حالا این یه بخش جناب چلنگی، اگر فرض بکنیم که حرف آقای روحانی درست باشد، در قانون اساسی تفاوتی بین گروه‌ها و اقوام مختلف و پیروان مذاهب مختلف وجود نداشته باشد، بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود نداشته باشد، اما این قانون که در عمل اجرا نمیشه که. حالا فرض بکنیم که قانون اساسی درست است، ولی در عمل آیا حقوقی که مثلا یک فرد شیعه داره با یک فرد سنی برابر است؟ همین الان این ماجرایی که در مورد سیستان و بلوچستان پیش آمده و آقای روحانی اونجا رفتن و کاری که مولوی عبدالحمید کرد واقعا کار با ارزشی بود، می‌بینیم که با چه انتقادها و اعتراضهایی روبرو شده، به واسطه اینکه ایشون به هر حال پیرو مذهب شیعه نیست و پیرو مذهب سنی است در واقع. و از طرف دیگه می‌بینیم که همون قانون اساسی که بعضن در بعضی از اصولش اشاره دارد که فرض بکنید انجمنها آزادن، اجتماعات آزادن، احزاب آزادن، اصلا آزادی در کشور وجود داره، و راسته همین هم اصلا انقلاب شد، میبینیم که عملا جلوی همه این آزادی ها گرفته شده و بسیاری از شهروندان ایرانی، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر الان در زندان هستن. جلوی چشمون میبینیم که ریحانه جباری رو دارن اعدامش میکنن به خاطر اینکه طرفی که کشته شده که اصلا تقصیر ایشون هم نبوده یه روزی در وزارت اطلاعات بوده و نفوذ در اونجا داره. بنابراین قانون اساسی که آقای حسن روحانی میگوید یک چیز است که تازه همون رو هم نادرست میگوید، به این جای تعجب داره جناب چلنگی. من نمیدونم چرا، اجازه بدیم این مسئله رو در پارانتز مطرح بکنم، که چرا هر کسی که میاد رئیس جمهور میشه فوری یه مارک اپوزیسیون بهش میزنن، آقا این مخالف حکومت است، همه کارها رو آقای خامنه یا بیت رهبری انجام میده، این رئیس جمهور نمیخواد، در واقع میخواد همه آزادی ها رو بده، اونا نمیذارن، هر دفعه همین ماجرا. در حالی که آقای روحانی خودش بهتر میداند و در تمام این 35 سال گذشته در تمام ارکان بالای نظام، نهادهای بالای نظام حضور داشته، هنوز سخنرانی ایشون در ذهن ها هست بعد از جنبش دانشجویی که اون صحبت ها رو کردن و حتی گفتن بسیج میخواست تکه تکه بکنه افراد رو، و تعجب آوره که ایشون میان یک چنین دروغی رو میگن و میخواهند ظاهرا مثل اینکه مردم سیستان و بلوچستان رو با این حرف آرام بکنن، ولی عملا میبینیم که مردم سیستان و بلوچستان تحت چگونه ستمی قرار دارن. خب آقای محمدی، شما تعجب کردید و من تعجب شما داری تعجب کردم. من فقط دنبال علت این هستم که چرا هنوز به چنین دروغ‌هایی نیاز هست، ورنه روحانی دولتی، یعنی منظورم ملای شیعه که در مقام دولتی سال 1357 تا کنون دروغ کم نگفتن. خود آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی
نمونه‌های بسیاری هست متاسفانه، بنابراین تعجب برانگیز میتونه نباشه. اما آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که اجازه هم پیدا نکرده به ایران سفر کنه، یک گزارشی منتشر کرده که در اون اشاره شده که در حال حاضر 90 تن از اهل سنت به دلیل سنی بودنشون، یعنی بیشتر روحانیون اهل سنت هستن، در زندان هستن. 50 مسیحی، 136 ایرانی بهایی، 19 درویش در و 2 زرتشتی، ایرانیان زرتشتی در زندان هستند و بسیاری دیگه که اونا جز پیروان مذاهب و نرز کنم خدمت طریقه های درویشی نیمده. یکی این نکته هستش. یک نکته دیگه ای وجود داره آقای محمدی عزیز. ببینید اینکه از 23 بهمن 57 تا به امروز حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به سیستان و بلوچستان رفته، وقتی نگاه میکنید مقام های دولتی در اختیار عده معدود بوده، چه مقامات بالا چه مقامات میانی، و یعنی یک سری آدم هایی هستن که اینا یا وزیر بودن، بعدا وکیل شدن، بعد از وکالت استاندار شدن، یا استاندار بودن بعدا شدن وکیل، بعدا وزیر شدن، یک جور ریسایکل شده تمام این افراد. یک عده ای هم از این چرخه قدرت ولایت فقیه بیرون انداخته شدن که اونها هم شدن اپوزیسیون داخلی خود این حکومت، حالا چه اصلاح طلب چه اصلاح نطلب، یعنی وفاداریشون به نظام جمهوری اسلامی به جای خودش هست، اختلافشون با ولایت فقیه هست، یا به این شکل رفتن به طرف یک نوع نظام دیگه شبیه همین که هست. حالا گیرم که زیر نقاب هابرماس یا بردن نام کارل پوپر، مبارزات مدنی و از این حرفایی که فعلا هست، یعنی از مفاتیح الجنان حرکت کردن به کارل پوپر رسیدن، همش وسیله‌ای برای رسیدن به قدرت. این در این مورد من حتما صحبت نمی‌کنم خواهم کرد، یا فیلم سازانی یا به هر حال موسوم به مهمل باف ها و بقیه. چون این هستش، یکی این نکته هستش که در این مقام ها ما هیچ وقت نه اهل سنتی رو میبینیم، و حتی اهل سنت مثلا در پایتخت کشورشون حتی یک مسجد ندارن، و یا بسیاری مسائل دیگه. یک بلوچ رو ما هیچ وقت ندیدیم وزیر باشه، یک کرد رو ما ندیدیم هیچ وقت وزیر باشه، آقای شمخانی رو هم که در اونجا گذاشتن دیگه خود شما بهتر میدونید و بینندگان ما، اینهو حسن نصرالله است که به هر حال اون رو هم میتونم بگم بله ما به عرب خیلی اهمیت میدیم، درست که عرب ایرانی است، اما از روز نخست در دست حکومت شیعه ایران داشت. بفرمایید. حضورتون عرض کنم اجازه بدید در مورد اون دروغ که فرمودید و چرا تعجب میکنم. ببینید جناب چلنگی، به طور کلی انسان که نباید بگه، به طور کلی هیچ انسانی نباید دروغ بگه، و طبیعی است که آدم وقتی با یک چنین صحنه هایی روبرو میشه از اونجایی که فکر میکند یک نفر ملاست، ما ملا هم استعداد دارید، معنای کسی که دانش داره در مسائل دینی اشراف داره، و به خصوص این که اسمش رو میذاره روحانی، نه این که حسن روحانی، به طور کلی لباس روحانی بر تنش هست و ادعا میکند که به دستورات دین، به دستورات اخلاقی اجرا میکنه، اون رو در واقع در زندگی خودش پیاده میکنه. خب آدم تعجب میکنه که دروغ میگه، اما بعضی ها میان حالا یه جورایی توجیه میکنن که بله سیاست سراسر دروغ است و فلان. نه آقا اینجوری نیست، که آدم نمیتونه تو چشم مردم نگاه بکنه، اونم کسی که تازه رأی گرفته از مردم که بیاید مسئول امور اجرایی بشود به این گونه دروغ رو بیاد. پاسخ این مسئله ای که جناب عالی عنوان کردید که در گزارش احمد شهید هم آمده،
که از سنی ها در زندان هستن، از بهایی ها در زندان هستن، از مسیحی ها در زندان هستن، از دراویش در زندان هستن، صرفاً به خاطر عقایدشون، خب پاسخ آقای روحانی بدن چگونه هستش که در قانون اساسی پیشبینی شده است که همه برابر باشند اما اینها در زندان هستن، اونم صرفاً به خاطر اعتقاد مذهبی که دارن یا به واسطه وابستگی به قومی که دارن. خب این آقای روحانی باید بتونن جواب بدن. اما اشاره فرمودید که واقعا از 23 بهمن تا به حال تمام این نظام بنیانش بر اساس دروغ چرخیده. از اول آدم وقتی نگاه میکنه چه اون اتهاماتی که وارد کردن در اون هیاهو و قوهای انقلاب به مقامات گذشته، به افسران، به وزرا و غیره و ذالک که بعدا معلوم شد بسیارشون آدم های پاکی هم بودن، مردم رو جمع میکردن که بیایید آقا شهادت بدید، نمیدونم این چه گناهی کرده، این چه اتهامی داره، میگرفتن اعدام میکردن. از همون موقع ها با دروغ آمدن جلو. اما حکومت رو همون جوری که اشاره فرمودید در دست خودشون دست به دست کردن. ما در حدود 40-50 تا ملای شیعه داریم در بالا، آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی، آقای روحانی، آقای نمیدونم ناطق نوری، حالا جا به جا میشن، گاهی جا عوض میکنن، اون میره این میاد. اما در مورد اون که فرمودید بعضی که از نظام جدا شدن، در واقع جدا نشدن، نظام اونها رو اخراج کرده است، که حالا آقای اژه‌ای میگوید حتی کسانی که به خارج از کشور رفتن بعد از فتنه 88 که اونها رو قیابی هم محاکمه میکنیم و خیلی ساده و راحت جلوی چشم همه میان اپوزیسیون سازی میکنن و کسانی رو که در واقع دل در گروه رژیم دارند اما احیانا انتقاداتی هم دارند، از جمله نسبت به انتخابات 88 انتقاد داشتن، همه اپوزیسیون رو میخوان جمع کنن در این بسته بندی و تحویل بدن و همواره هم عرض کردم رئیس جمهور رو هم میذارن جزو همین گروه و میگوین او هم جزو اپوزیسیون هست، در حالی که اینها همش نقشه ایست که به طور کلی اون اپوزیسیون واقعی رو از صحنه خارج بکنن، که کردن، که واقعا باید گفت یه مقدار زیادی کمکاری اپوزیسیون بوده و بیتوجهیش بوده. کسی که تا جناب چلنگی، کسی که تا 25 سال، تا 4 سال پیش، 5 سال پیش با نظام همکاری میکرده و 25 سال، 30 سال با نظام همکاری میکرده، دارای مقامات بالا بوده یا نقش حساسی در رسانه ها و غیره داره، امروز میاد در خارج بهش کرسی استادی هم میدن، بعد میآید به عنوان یک چهره اپوزیسیون مطرح میشه، متاسفانه در رسانه ها هم عنوان میشه و یواش یواش رو عوض میکنه. این نقشیش که جمهوری اسلامی همواره بازی کرده، الان هم داره همون رو ادامه میده. جناب آقای محمد، این اشاره شما و بسیاری به این که اپوزیسیون واقعی یا اپوزیسیون وجود نداره، این میتونه موضوع صحبت و بحثی باشه. من هی وعده داده میشه و امیدوارم روز این وعده انجام بشه، این بحث ها به میون کشیده بشه، چون ما در تفسیر خبر موضوعات بیشتر روز رو مطرح میکنیم. اما اون چیزی که هست، اپوزیسیون واقعی در ایران جدا از کسانی که از روز نخست و پیش از نخست، مثل کسانی مثل دکتر شاپور بختیار و کسان دیگری که جان خود را دست دادن، تیغ ولایت فقیه بر گردن اونها نشست، بسیار 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 جدا از اون کسان و اون افراد، اپوزیسیون واقعی در ایران مثل هر کشور دیگه مسائل موجود هست. بله، اپوزیسیون واقعی در هر کشوری سفره مردم ایران هست، وضعیت بهداشتی مردم ایران هست و آنچه که میگذره در عرصه زندگی روزمره مردم ایران. در این زمینه حتما صحبت خواهیم کرد و بحث بسیار مفصل هست، امیدوارم روزی برسیم چون موضوعی رو بهش کافیم و در بارش بیشتر بگیم. اما در باره کسانی که اشاره کردید، ببینید من مایل نیستم معمولا اسم و نامی ببرم، اما چون عمومی هست گریزی و گزیری نیست. آقای ابراهیم یزدی، دکتر ابراهیم یزدی،
که در دادگاه های اولیه انقلاب در واقع همه کاره بود در کنار آیت الله خمینی، بگذاریم از اینکه ایشون شهروند آمریکا هستن، چه میکرد در اونجا به عنوان یک شهروند آمریکایی در کنار آیت الله، یعنی عملا با نادیده گرفتن تعهدات خودش حتی به عنوان یک شهروند آمریکایی یا ایرانی، من نمیدونم کدوم نادیده گرفته، این چیزی که خود ایشون میدونه. اما در کنار آیت الله خمینی و در کنار صادق خلخالی در دادگاه اولیه انقلاب ایشون بود، تصاویرش موجود هست، به جای خود هست. در اعدام های اولیه آقای ابراهیم یزدی باید ثابت کنن که نقش مستقیم نداشتن، اعوان و انصار ایشون باید بیان کمک کنن ثابت کنن، اگر نقش نداشتن خب این باید روشن بشه، اما اسنادی که تا کنون منتشر شده نشون میده که نقش اساسی داشته. بازجویی ایشون از تیمسار رحیمی و ویدیو ضبط شده، وجود داره، از نصیری رئیس سواک، هر جرمی مرتکب شده بود باید در دادگاهی عادلانه مثل همین امروز محاکمه میشد، نه اینکه آقای ابراهیمی یزدی که در اون زمان تهران رو هم به خوبی نمیشناخت. به هر حال ایشون اومده و گفته که باز انسجام ما، یعنی با مؤتلفه به خصوص اسپرده، برای حفظ نظام لازم است. ببینید مسئله، من وقت شما رو زیاد گرفتم، مسائل مردم ایران تبدیل شده به این که حصر خانگی آقای موسوی کروبی باید از میان بره، که حتما باید از میان بره، ما مخالف نیستیم، باید از حقوق خودشون برخوردار باشن هر دو، جرمی اگر مرتکب شدن باز دادگاه عادلانه باید باشه، یا دیدار فلان کس با آقای خاتمی، اینا شده مسائل عمده مردم. گویید در ایران هیچ نوع مسئله وجود نداره و برای حفظ نظام موقعی یزدی دوباره فراخوان داده برای وحدت مسلمین و مسلمات در درون حکومت ولایت. تفسیر شما رو میشنم. عرض بکنم خدمتتون، اصلا مسئله این هستش که خب همین ها رو نظام مطرح میکنه برای اینکه بگوید آقا ما یه اپوزیسیون داریم در داخل و اینها دارن کارشون رو میکنن و مانند هر کشور دیگری مخالفان هم حق دارن حقش حرفشون رو بزنن. مخالفان کیا هستن؟ آقای ابراهیم یزدی هستش. حالا اشاره فرمودید به اون روزهای اول انقلاب، بسیاری از این چهره ها، بسیاری از این گروه ها و سازمان ها در کنار آقای خمینی بودن. خب مسئله این هستش که به تدریج حذف شدن و نظام اونها رو در واقع حذف کرد. بسیاری از اینها بودن و اینها آمده بودن و شاید بعضیشون فکر میکردن که واقعا نظامی بر سر کار بیاید که حقوق بشر رو اجرا بکنند. و من همواره این سخن رو جناب چلنگی گفتم که خیلی جالب است انقلابی که برای احیای حقوق بشر انجام میشه در یک کشور صورت میگیره، از روز نخست نقض حقوق بشر و زیر پا گذاشتن حقوق انسان ها رو آغاز میکنه. هیچ کس هم حرفی نمیزنه، همه هم میان حمایت میکنه. درست مثل اینی که الان اینهایی که فعال حقوق بشر هستن به محض اینکه فرض بکنیم نظام از بین برود همه رو بگیرن اعدام بکنن. خب این اگر باشه که خب بازم همینه، بازم همین وضعیت هست، ولی اون موقع چنین نکردن و حاصلش اینیست که امروز گرفتارش هستیم. و جالب استش که خب آقای روحانی که چنین حرفی رو میزند باید پاسخ رو باشد، باید پاسخ احمد شهید رو بدهد. حرف که میزنید جناب چلنگی، میگوید خب ایشون رئیس جمهور، ایشون که آخه قبیل قدرتی نداره در قوه قضایی و غیر ازاده، چگونه نداره؟ از نظر قانون اساسی که آقای روحانی رو اشاره میکنه رئیس جمهور مقام دوم کشوره، اصلا هماهنگی سه قوه باید در اختیار ایشون باشه، اما میبینیم که ضعیفن. اما خود نظام داره چه میکنه؟ عرض کردم خدمتتون اینها مسائل مردم رو به طور کلی، آنچه که مردم باش رو به رو هستن، به ویژه از نظر اقتصادی که واقعا به سوی یک طغیان داره حرکت میکنه، اینها رو نمیبینن یا نمیخواهند ببینن.
همواره مسائل فرعی رو میارن جلو، بزرگش میکنن و اون وقت آدمایی که همچنان در این اندیشه هستن یا خدای نکرده درک درستی از مسائل ندارن، مانند آقای یزدی، میگوین آقا انسجام ما الان به هم میخوره، باید بیایم هممون باز دوباره با هم باشیم که چه بشود که از نظام حمایت بکنیم. همشون دل در نظام دارن جناب چلنگی و به هیچ وجه نمیشود اینها رو جز به مخالفین طبقه بندی. در این زمینه حتما در برنامه‌های آینده بیشتر خواهیم گفت از موسوی تبریزی ها، که موسوی تبریزی که دادستان انقلاب بود و کشتارهای بسیاری انجام داد و کسی است که بر روی پرونده سینما رکس آبادان برای جلوگیری از رسیدگی دقیق خروارها خاک ریخت تا مخفی بمون، که امروز اصلاح طلب هست و بسیاریشون موسوی تبریزی. اما یک نکته هست، من مایل بودم با شما در میون بذارم آقای محمدی عزیز. ببینید در عرصه داخلی که حکومت ایران چه کرده مردم به خوبی آگاه هستن، میبینه در عرصه منطقی یکی از کارهایی که انجام شده در پی جمهوری اسلامی نزدیکی عرب و اسرائیل، خب به هر حال یک بد نیست این مسئله، خوب نکته خوبی است. این بحران سالیان سال کانون بحران بوده در خاورمیانه، از بین در واقع نه این که رفته ولی فروکش کرده تا اندازه. الان وزیر خارجه اسرائیل آقای لیبرمن صراحتا گفته ما در باره خطر جمهوری اسلامی با اعراب، با برخی از کشورهای عربی مذاکره میکنیم چون خطر مشترکی است. این موضوعی نبوده که البته بیشتر کسی ندونه، در خیلی جاها اومده و از زبون عرب هم یا روزنامه‌نگاران عرب هم اشاراتی شده بود. تفسیر شما رو می‌شنویم و در برای اولین بار است که مسئله فلسطین در خاورمیانه به اون مسائل رده آخر تبدیل شد. ببینید جناب شلنگی، مسئله فلسطین درست است که الان به واسطه مسائل دیگری که در صحنه بین‌المللی وجود داره اندکی در واقع در سایه قرار گرفته، ولی به طور کلی آنچه که اسرائیل و عرب در واقع الان به نتیجه رسیدن، میبینن به واقع هم نظام جمهوری اسلامی خطری رو که ایجاد کرده هم برای عرب هست و هم برای اسرائیل هست. ببینین عرب و اسرائیل به هر حال چاره دیگری جز رسیدن به صلح ندارند، اما همواره دیده ایم که وقتی میخواهند به صلح برسن یا گفتگوها میخواد به نتیجه برسه، مانند سال 2007 که دیدیم در واقع موقعی که میخواستن به صلح نزدیک بشوند اون مسئله در غزه را افتاد، جمهوری اسلامی حماس رو تحریکش کرد و تسلیحش کرد و اون کودتا رو در واقع در فلسطین اجرا کردن و اجرا گذاشتن و غزه رو جدا کردن، یه تفرقه اینجوری انداخت. حالا هم حالا اسرائیل به جای خود داره، چون علنا از سوی نظام جمهوری اسلامی تهدید میشه به نابودی و بارها نه تنها آقای احمدی نژاد، بسیاری از مقامات نظام این صحبت رو کردن که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه. خب اسرائیل به جای خود داره، الان میبینی اعراب هم احساس میکنه تحریکاتی در کشور خودشون حتی در حوزه خلیج فارس داره انجام میشه. از کشورهای عربی وقتی نگاه میکنید جز سوریه و عمان و عراق هیچ کس دیگری رابطه‌ای با جمهوری اسلامی نداره، تازه اونها هم بابت پولهایی که از نظام جمهوری اسلامی میگیرن، حمایتهایی که از نظام جمهوری اسلامی میشن و به این دلیل هست که رابطه دارن. ولی رابطه طبیعی ما جناب چلنگی، فقط اشاره کوتاهی میکنم، میدونم که ممکن است وقت کم بیاد، ما قبل از انقلاب یک رابطه متوازن سیاسی هم با همه کشورهای منطقه، هم با شرق اون دوران، هم با بلوک شرق، هم با بلوک غرب داشتیم، بدون اینکه هیچ جنگی بکنیم، بدون اینکه هیچ لشکرکشی بکنیم یا تهدیدی بکنیم، با همه کشورها یک رابطه متوازن داشتیم.
خب از وقتی که نظام جمهوری اسلامی آمده است پیش قراول اعراب شده که آقا باید اصلا اسرائیل از بین ببریم، کاسه از آش داغ‌تر شده است و خب اعراب میبینن بابت همین هم دارن الان واقعا زیان میبینن، جریمه شو دارن میدن، تحریکاتی در کشورشون انجام میشه و به هر حال جمهوری اسلامی اقلا این فایده رو داشته مثل اینکه اسرائیل و اعراب با هم دیگه بعد از سالها نزدیک بشن. بله خب من فقط یک نکته کوچیکی رو بگم. در زمان که آقای محمود عباس مثلا نفر دوم جنبش فتح بود و عرفات هنوز زنده بود، در کنفرانس فلسطین مربوط به سازمان کنفرانس اسلامی که مرکزش عربستان هست کنفرانسی برگزار کرده بود در اهادیر مراکش. از جمهوری اسلامی آقای کمال خرازی در اون کنفرانس شرکت کرده بود، وزیر خارجه وقت، و زیاد آنچنان روابط دوستانه نبود، یعنی گرمی دیده نمیشد بین محمود عباس و از من خدمتون آقای کمال خرازه. خیلی تشریفاتی خیلی خوش. بعدا من در حاشیه کنفرانس که چند و چندین بار من با محمود عباس نشست داشتم و مصاحبه نیست، از ایشون پرسیدم، آقای ولکات نماینده اشپیگل هم بود، شیخ المراسلین بهش میگفتن در خاورمیانه هستش، هنوز عمرش دراز باد، فارسی هم کمی حتی میدونی، پرسیدم چرا شما که کمک های بسیار، البته میدونستم کمک ها به کجا میدونی، حرفی که زد آقای محمدی تقریبا ترجمه همین بود که مرا به خیر تو امید نیست شر مرسن. این حرف رو برگفت دخالت ها کارهای اینها جمهوری اسلامی حکومت ایران باعث شده مسائل ما بیشتر شده و نه کمتر، و این تفرقه ای که اون موقع آغاز شده بود و امروز خوب میبینیم دو حکومت دولت فلسطینی هست، این خوب زمین سازش جمهوری اسلامی دقیقا. حرف محمود عباس هست بر در این حرف درستی زده جناب چلنگی، چون واقعا اینها عرفات و دیگر رهبران فکر میکردن حالا که جمهوری اسلامی آمده سر ولش هم میدونین آمدن طولا رو گرفتن و بردن، فکر کردن حالا این دولت میتوانه ازش حمایت بکنه، اما دیدن نه، میخواد اصلا ابتکار عمل رو دست خودش بگیره. مسئله این هستش که میخواد مستقیما دخالت بکنه، برای اونا تکلیف تعیین و تکلیف بکنه. به واسه همین هم به قول شما گفتن آقا مرا به خیر تو امید نیست شر مرسن. خب با من و شما خواهند بود آقای محمدی عزیز و با بینندگان عزیزمون تا لحظاتی دیگر. سرکار خانم دکتر رایکا تقی‌زاده، پزشک حاذق که اشراف دارند بر مسائل پزشکی و بهداشتی در ایران نیز همچنان که در عرصه بین المللی، تا لحظاتی دیگر. همونطور که اشاره کردم در این نیمه سرکار خانم دکتر رایکا تقی‌زاده با من و شما هستند، مثل بسیاری دیگه از جوانان ایران که در خارج از کشور به سر میبرند یکی از افتخارات ما هستند در عرصه پزشکی، همون گونه که بسیاری از جوانان در داخل کشور نیز چون این هستند و باعث سرافرازی و افتخار خانواده ها و هموطنانشون با امید به اینکه امکانات اون رو داشته باشن که استعدادها و توانایی خودشون رو عرضه کنند. خانم دکتر رایکا تقی‌زاده دارای تخصص در زمینه بازسازی سرطان سینه هستند. پس از عمل سرطان سینه به تخصصی نیاز هست که بسیار ظریف و مهم هست که از جمله تخصصهای ایشون هست. سرکار خانم دکتر رایکا تقی‌زاده تحصیلاتشون در بریتانیا بوده،
و در عرصه پزشکی در این زمینه دارای مطالب و مصاحبه های متعددی بودن، بیشتر به زبان انگلیسی. خوشحال هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید سرکار خانم دکتر رایکا تغیزاده گرامی. با سلام به شما. سلام به شما و همه بینندگاهتون. خانم دکتر تغیزاده، ببینید این خبر روز هست که در ایران بانوانی که برای زایمان میرن مرخصی میگیرن و پس از زایمان به کارشون برمیگردن، پس از مرخصی زایمان بیشترشون از کار اخراج میشن. این گزارشی است که چند منبع در ایران منتشر کردن، مسئولان دولتی نیست. من میخواستم بپرسم مثلا در یک کشوری مثل بریتانیا وضعیت چطوره در مورد بانوانی که برای زایمان کارشون رو ترک میکنن موقتا، و چه نیازی هست اساسا برای این مدتی که باید حتما بانوان در کنار فرزندانشون باشن؟ برای روشن شدن موضوع بیشتر پرسش کنم. این وضعیت خیلی با وضعیت فعلی بریتانیا فرق میکنه، در حالی که خانم هایی که بچه به دنیا آوردن برای مدت 6 ماه حداقل مرخصی دارن و در طول این 6 ماه حقوق کامل بهشون تعلق میگیره و حتی بعد از اتمام دوران 6 ماهه میتونن با کنترل خودشون به سر کار برگردن. ولی در شغل من که شغل پزشکی هستش، پزشکانی که بچه دار هستن و بچهشون به دنیا میاد به همین گروه تعلق میگیرن که 6 ماه حداقل به حقوق کامل احتیاج به بازگشت به سر کار ندارن. و حتی در سالهای اخیر پدرانی که صاحب فرزند شدن از 2 هفته مرخصی میتونن استفاده بکنن با حقوق کامل. بنابراین خوشبختانه این شرایط فرق میکنه با شرایطی که شما درباره صحبت کردید. خب از نظر اهمیت این 6 ماه اولیه پس از زایمان برای نوزاد چی هست؟ این 6 ماه رو واقعا توصیه کردن و واقعا لازم هست؟ اگه توضیح بفرمایید ممنون میشه. فکر میکنم یکی از مهمترین نقطه زمان ها باشه که فرزند بتونه به مادرش و مادر به فرزند بتونه نزدیکی رو احساس بکنه. و کلا در بریتانیا خیلی استقبال شده از شیر دادن به بچه، که تو این مدت زمان مادر میتونه این امر رو انجام بده که با برگشت به کار امکان پذیر نیست. خانم دکتر تغیزاده، در ایران در تهران به خصوص و شهرهای بزرگ مثل اهواز آلودگی هوا هست، حتی رقمی منتشر شد غیر قابل باور بود در مرحله نخست. گازوئیلی که در تهران مصرف میشه، یعنی در ایران مصرف میشه، 500 برابر آلوده تر از حد نرمال و طبیعیش هست. این آلودگی هوا روی نوزادان چه اثری داره و میتونه داشته باشه؟ چقدر سرطانزا هست در مورد سرطان سینه برای بانو؟ در ارتباط با سرطان سینه فاکتورهای محیطی خیلی اهمیت زیادی دارن که آلودگی هوا یکی از فاکتورهای خیلی مهم است. شما وقتی برای یک انسان بالغ این مشکلات و خطرات سلامتی وجود داره، چه برسه که به یک بچه کوچیک و نوزادی که تازه به دنیا اومده. و اثرات مستقیمی که روی مادر داره، خب اون اثرات به نوزادش هم انتقال داده میشه. خیلی از بیماری های دنیای امروز و به خصوص سرطان های دنیای امروز لینک مستقیمی دارن یا ارتباط مستقیمی دارن با مشکلات جوی و آلودگی هوا. بنابراین این هم جز به یکی از اون نمونه ها هست. من به اتفاق شما پرسشی داریم خانم دکتر تغیزاده عزیز با آقای ناصر محمدی برای دقیقه ای. و اینکه آقای محمدی، این بحث همچنان وجود داره که این تحریم ها باعث آلودگی هوای ایران شده، وسایل لازم رو که لازم دارن نتونستن بخرن، به موقع نتونستن بخرن و از این مسائل، این تا چند از واقعیت داره؟ جناب شلنگی اجازه بدید که ابتدا ابراز خوشحالی بکنم از اینکه در خدمت دوست جوانمون خانم دکتر رایکا تغیزاده هستم و خوش آمد میگم حضور ایشون رو در برنامه.
اما اون چه که مطرح فرمودید، ببینید جناب چلنگی، اصلا مسئله این هستش که هر چیزی رو الان رسم شده است در نظام جمهوری اسلامی که به گونه به گردن تحریم ها بیاندازن. مثلا آلودگی هوا که نتیجه مثلا کیفیت بد گازوئیل هست یا بنزین هست که بنزین ها رو در پتروشیمی ها تولید میکنن، الان خودشون هم همونجوری که اشاره فرمودید میگوین 500 برابر وضعیت نرمال هست، ربطی به تحریم ها نداره. این یک. و اصلا فرض بکنیم که آره اصلا به واسطه تحریم هست، حالا صحبت دارو رو فرمودید که اصلا ربطی به تحریم نداره، میگوین مثلا دارو هم تحت تاثیر تحریم. اگر هم اینها باشه، خب تحریم ها رو چه کسی باعث شده است که برقرار بشود؟ تحریم ها تا سالهای پیش وجود نداشت، از وقتی که یعنی در واقع در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد بود، بعد از اون شعارهایی که داد و بعد از این پافشاری های بی ربطی که روی مسئله هسته‌ای کرد که حالا دارن عقب نشینی میکنن، این تحریم ها برقرار شد و هرچی هم بهشون گفتن خب کسی گوش نکرد. اما به طور کلی به اعتقاد من هیچ ارتباطی با تحریم ها نداره و این هم همون نقاط گریزی است که جمهوری اسلامی داره، هر چیزی رو باید یه راه فراری براش پیدا بکنیم و اینم یکی از همون راه فرار هست. خانم دکتر تغذیه، یک مسئله عمده هم که وجود داره مسئله داروها هست و خدمات پزشکی. الان بازار سیاه پیدا کرده، بسیاری از داروها میگن کیفیت لازم رو برای معالجه و درمان نداره. در این زمینه شما این مسئله رو چقدر خطرناک میدونید برای سلامتی، برای بهداشت مردم، به ویژه برای نسل‌های آینده ایران؟ فکر میکنم دو مشکل اصلی وجود داره که بهش اشاره کردید. مشکل اول این که خیلی از داروها به خاطر تحریم‌های اقتصادی ممکنه تاریخ انقضاشون به اتمام رسیده باشه، و مشکل اصلی و مشکل بزرگتر داروهایی هستش که در بازار سیاه دارو به خاطر نیازی که مردم دارن رد و بدل میشه و خریداری میشه، و متاسفانه هیچ سیستم کنترل کیفیتی این داروها وجود نداره و یک سری داروهایی هستن به خصوص داروهای خاص سرطان یا مریضی های به خصوص که یک سیستم کنترل کیفیت خیلی خیلی سفت و سخت باید روش وجود داشته باشه که این داروها رو کنترل بکنه، و در بازار سیاه دارو هیچ کدوم از این عوامل کنترلی وجود نداره. بنابراین فکر میکنم یکی از مسئولیت‌های اصلی دولت باید این باشه که سازمان‌هایی رو به جا بذاره که این سازمان‌ها کنترل بیشتر و سفت‌تری روی بازار سیاه داشته باشن، به خصوص با افزایش جمعیت، با افزایش بیماری‌های متعددی که وجود داره. این خطر خیلی حاد هست که متاسفانه در دنیا ایران و جامعه ایران وجود خواهد داشت. و یک نکته رو، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً یک برنامه رو اعلام کرده، برنامه پزشکی رهنمود، راهنمایی هر چی که هست. در این خوب توصیه‌ای کرده به اینکه طب سنتی رو استفاده کنیم به خاطر جایگزینی یا در حاشیه یا همزمان. کسی مخالفت با طب سنتی نداره، ولی آیا این میتونه راه حلی باشه برای حل مشکلات یک جمعیت نزدیک به 80 میلیونی مثل جمعیت ایران؟ طب سنتی؟ ما در حال حاضر در قرن 21 هستیم که پیشرفت پزشکی، هم علم پزشکی و هم صنعت پزشکی، پیشرفت خیلی سریعی بوده و بازگشت به پزشکی سنتی و طب گیاهی که مال چند صد سال پیش بوده جوابگوی نیاز جامعه ایران و جامعه بقیه دنیا نیست، و متاسفانه من فکر نمی کنم که پزشکی سنتی راه حلی باشه برای مشکلات بیماری که در حال حاضر با وجود آلودگی زیاد هوا و بیماری‌های متعددی که وجود داره در ایران باشه. چنان که در بریتانیا پزشکی سنتی یا گیاهی ازش خیلی استقبال کمی میشه و کلن در سطح درمان اجتماعی ازش هیچ شناختی نشده. خیلی جنبه شخصی داره که کسانی که شاید راغب باشن
در اقلیت از طب گیاهی استفاده میکنن. شما میشه توضیح بفرمایید در مورد علم پزشکی فرمودید و صنعت پزشکی، یعنی هر دوشون، صنعت پزشکی رو اگر توضیح بیشتری بفرمایید ممنون میشم. صنعت پزشکی میتونه شامل صنعت داروسازی باشه، از کاملا ماشین هایی که استفاده میشه، از صنعتی که در عکس برداری استفاده میشه. کلا علم جراحی پیشرفت خیلی زیادی کرده. تخصص خود من جراحی میکروسرجری هستش که بافت رو از یک قسمت بدن انتقال میدم به قسمت دیگه برای بازسازی قسمت های مختلف. بنابراین از خیلی از تکنولوژی جدید استفاده میشه برای پیشرفت علم پزشکی. بنابراین خیلی سوژه وسیعی هست که بخوایم دربارش صحبت بکنیم، ولی اهم از تحصیلات پزشکی هست و کلا علم داروسازی هم جزء اینها هست. آقای محمدی عزیز، به طور مختصر بفرمایید برنامه پزشکی که آقای خامنه ای در پی برنامه رهنمودهای اقتصادی صادر کرده، به نظر شما این بر اساس چه تخصصی؟ یک ملای شیعه بر مسند فقاهت رهبری کشور کهن ایران چه تخصصی داره در مورد حل مسائل پزشکی و بهداشتی؟ عرض به خدمت شما، آنچه که آقای خامنه ای در واقع منتشر کردن و دستورالعملی که صادر کردن، البته فقط مربوط به استفاده از پزشکی سنتی یا داروهای گیاهی یا غیره نیست. بسیار طولانی داره که فرض بکنید پایه بیمه باید چجوری باشه، سهم بیمار چجوری باشه، چقدر بیمه باید بده، چقدر. هر کدوم از اینها جناب چالنگی اساساً در حوزه اختیارات و تخصص وزارت بهداشت و در واقع نهادهایی است که با این مسائل سر و کار دارن. آقای خامنه‌ای که هیچ آدم دیگری، حتی اگر پزشک هم باشه، نمیتواند چنین دستورالعملی بدهد که تمام موارد مربوط به بهداشت و درمان رو بپوشانه و بتوانه برای اون رهنمود بده و راه تعیین بکنه. متاسفانه در جمهوری اسلامی همواره همچنین است. وقتی که از هر چیزی وامیمونن، بالاخره یه دستور رهبر صادر میشه که این هم فصل الخطابه و واقعا از فردا شروع میکنن به تبعیت از اجرای فرمان رهبری تمام اون کارا رو به طور ناقص البته انجام میدن. همچنان دیدیم در مسئله اقتصادی انجام دادن. چرا؟ چون ایشون در اون زمینه هم تخصص نداره و اصلا نمیتوانه تخصص داشته باشه. و یک نکته رو فقط اضافه کنم کوتاه، و اونم این هستش که به چه دلیل آقای خامنه‌ای اصلا وارد این جور مسائل میشه وقتی که سازمان ها و نهادهای مربوط برای این کار هست، وقتی که دولت هست، وزارتخونه ها هست، متخصصین هستن، نهایتا میتواند مثلا دولت تصویبات یا قانون در مجلس تصویب بشود و به اجرا در بیاد. نیازی به دستورات این گونه آقای خامنه ای نیست. خانم دکتر تقی‌زاده، در کشوری مثل بریتانیا دولت تا چه اندازه در امور پزشکی دخالت داره؟ یعنی در خدمات پزشکی تا چه اندازه نقش داره در دادن خدمات پزشکی و بهداشتی برای من؟ خدمات پزشکی بریتانیا به نظر من یکی از موفق ترین خدمات پزشکی دنیا هست، به خاطر اینکه تمام این خدمات برای تمام قشر جامعه رایگان هست. ثروتمندترین و فقیرترین فرد اجتماع از این خدمات میتونه برخوردار باشه با پرداخت مالیاتی که بستگی به درآمد اون فرد داره. و یکی از اولویت های دولت پیشرفت خدمات پزشکی هست که احزاب مختلف سیاسی همشون خیلی تاکید زیادی روی خدمات پزشکی دارن. کنترل مستقیم دولت در خدمات پزشکی وجود نداره، ولی جزء برنامه کلی سیاسی و دولتی هست که خدمات پزشکی رو پیشرفت بدن و جلو ببرن. ولی در حد خود کشور نشنال هلت سرویس یا
یا تامین اجتماعی کشور یک امری بوده که از دهه 40 1940 به بعد وجود داشته و جزء نکات خیلی قوی و به نظر من باعث افتخار جامعه بریتانیا هست که افراد همونطور که اشاره کردم در سراسر کشور خدمات پزشکی رو ازش برخوردار باشن به صورت رایگان. شما بفرمایید، چون فرصتی است شما رو در برنامه هستید با ما و بینندگان ما، از شما بشنویم، چون من اطلاع دارم و طبیعی هم هست آخرین خبرها تحولات رو در عرصه پزشکی دنبال میکنید، خودتون در تحقیقات بسیاری شرکت داشتید و شرکت دارید. برای بینندگان ما، بانوان بیننده در ایران شاید مایل باشن بدونن، به خصوص اینکه آلودگی هوا همونطور که اشاره کردیم در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران یکی از زمینه‌های تولید و سرطان سینه هستش، آخرین دستاوردهایی که در این زمینه، آخرین راه‌حل‌های شیوه‌های درمانی کشف شده بی خطر ساختن سرطان سینه رو از زبان شما می‌شنویم. سرطان پستان متاسفانه کشنده ترین سرطان بین خانم ها در سطح دنیا هست و بودجه خیلی زیادی در بریتانیا و در سطح دنیا به خصوص در کشورهای پیشرفته در ارتباط با پیشرفت علم پزشکی برای درمان سرطان پستان گذاشته شده و یکی از مهمترین عناصر این است که سرطان پستان خیلی سریع شناسایی میشه و در حالی که در بریتانیا در حال حاضر از زمان تشخیص سرطان سینه تا درمانش فقط 28 روز طول میکشه، یعنی شما دکتر عمومی و پزشکی عمومی وقتی که رجوع میکنه مریض رو به متخصص در بیمارستان از رجوع با درمان فقط 28 روز فاصله داره و شناسایی زود این مریضی درصد نجات جمعیت رو خیلی بالا برده در مقایسه با حتی 10 تا 20 سال پیش. و یکی از نکات دیگه که من خود من باش سرکار دارم بازسازی بعد از سرطان پستان وجود داره که بعد از درمان قده سرطانی همزمان عمل بازسازی انجام میشه که کیفیت زندگی مریض رو خیلی بالا برده. میدونم که این امر یک امر خیلی ابتدایی در جامعه ایران هست که اولویت فقط برداشتن توده سرطانی است، ولی متاسفانه بازسازی خیلی پیشرفت زیادی در اون جامعه نداشته و در مرحله ابتدایی هست. یعنی زمانی که تشخیص داده بشه سرطان سینه، در واقع میشه گفتش که اون خطر بسیار نگران کننده دیگه وجود نداره، میشه مهار کرد، میشه معالجه کرد. خیلی همون که اشاره کردم خیلی پیشرفت زیادی در درمان سرطان پستان وجود داشته. در دهه‌های پیش مریض ها به خاطر اطلاع کمی که داشتن حتی با وجود شناسایی تیده‌های سرطانی به پزشک زود رجوع نمی کردن و وقتی که بیمارستان می رفتن خیلی دیر بود، در حالی که به خاطر شناسایی خیلی زود دیگه هم خود مریض داره و هم پزشکای عمومی به مریض میدن خیلی سریعتر به بیمارستان رجوع میکنه مریض و کلن اون پروسه درمانی به صورت خیلی بیشتری انجام میشه و همونطور که گفتم درصد مرگ از سرطان پستان به خاطر اینکه در مراحل ابتدایی گرفته میشه خیلی کمتر شده. و قطعا باید ماموگرافی ها رو به موقع انجام بدن دیگه. خیلی این یکی از مهمترین چیز هست، بله، هم شناسایی توسط خود مریض و انجام دادن ماموگرافی و درمانش که در گفتم در مراحل ابتدایی درصد مرگ مریض رو خیلی کمتر میکنه و شیوه های درمانی مثل شیمی درمانی و رادیوتراپی در مراحل ابتدایی زودتر میشه استفاده شد که پیشرفت مریض رو کمتر میکنه. سپاسگزار هستیم سرکار خانم دکتر رایکا تغییرزاده، با سپاس بسیار و با این امید که وقت شما وقت داشته باشید، چون میدونم سرگرم کار و تحقیقات و پژوهش و سمینارها هستید، با ما و بینندگان ما باشید به مناسبت‌های که در آینده خواهید داشت. خیلی ممنون از دعوتتون و سپاس به همتون. ممنون. سپاسی دوباره. آقای محمدی عزیز، با سپاس از شما که در نیمه دوم در میزبانی با من سهیم بودید.
مهمان گرامی و گرانقدری داشتیم، خانم دکتر رایکا تحریک‌زاده عزیز. آقای محمدی گرامی، سپاس. ممنونم از شما. بینندگان عزیز، به پایان این برنامه میرسیم. با امید به روزی که همه از تندرستی برخوردار باشند و از شادمان، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری، الوند، کوکوساران دراک و دلهو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.